ربا وعرفت بحق معنى كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بینندگان گران قدر السلام علیکم ورحمة الله وبركاته در برنامه امروز دو تا از نامه های الله متعال را خدمت شما معرفی میکنم نام القریب و المجیب و این دو نام در قرآن کریم برای الله متعال بیان شده الله متعال در سوره بقره میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان الله متعال خطاب می کند به رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای پیامبر من و اذا سألک عبادی عنی اگر بندگان من از تو سؤال کردند که پروردگار ما کجاست اگر سؤال کردند که پروردگار کجاست دور هست نزدیک هست بهشون جواب بده و جوابش این است که فإنی قریب من نزدیک هستم اجیب و دعوت الداع اذا دعان هرگاه کسی مرا صدا بزند من جوابش رو میدهم اجابت میکنم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب در سوره هود الله متعال میفرماید فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب پروردگار من قریب نزدیک و مجیب هست در آیه سوره بقره هست که فإنی قریب اجیب دعوت الداع در سوره هود هم این دو تا صفت را و نام را یک جا قرار داده ان ربی قریب مجیب پروردگار من قریب هست نزدیک هست و مجیب هست و در سوره سبع الله متعال می فرماید انه سمیع قریب الله متعال سمیع و قریب هست شنوایی که نزدیک هست پس بنابراین القریب المجیب از نامه های الله متعال هستند الله متعال به همه من و شما نزدیک هست و برخی از من و شما به الله نزدیکتریم از برخی دیگر هر کسی به اندازه ایمانش به اندازه اعمال صالحش به اندازه عبادات درونی و قلبی و عبادات عملیش به الله متعال نزدیکتر است هر کسی که بیشتر عبادت بکند به الله متعال نزدیکتر است در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بحث قرب الله متعال و این که الله متعال مجیب هست دعاها را اجابت می کند فراوان هست حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه می گوید که در یک سفری همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم فجعل الناس یجهرون بالتکبیر مردم شروع کردند با صدای بلند تکبیر می گفتند
در یک مسیری، در سفری، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم با صدای بلند تکبیر می گفتند. رسول الله صلی الله علیه وسلم یک جمله فرمودند و فرموده ایشان این هست که ایها الناس اربعوا علی انفسکم، ای مردم بر خودتان رحم کنید. ایها الناس اربعوا علی انفسکم، ای مردم، ای اصحاب من، ای دوستان و یاران، اربعوا علی انفسکم، بر خودتان رحم بکنید، شفقت داشته باشید. چرا خودتان را به زحمت می اندازید؟ انکم لیس تدعون اصم ولا غایبا، شما که یک ذات ناشنوا را یا یک ذاتی را که غایب هست صدا نمی زنید، شما پروردگار را صدا می زنید. انکم تدعون سمیعا قریبا، شما ذاتی را صدا می زنید که هم سمیع هست و هم قریب هست، نه این که ناشنوا و غایب و دور باشد، یعنی این که پروردگار سمیع و قریب هست. و هو معکم، الله متعال همراه با شما هست. این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. همان گونه که در سوره سبع الله متعال می فرماید انه سمیع قریب، همین مطلب را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انکم لیس تدعون اصم ولا غایبا، انکم تدعون سمیعا بصیرا، سمیعا قریبا، شما ذاتی را صدا میزنید که سمیع و قریب هست. در یک جریان دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این که قرب الله متعال را مثال بزند می فرماید که ان الذي تدعونه سميع قريب، ذاتی را که شما صدا میزنید سمیع و قریب هست. با یک تعبیر دیگر اقرب الى احدكم من عنق راحلته، آن ذاتی را که شما صدا میزنید ذکرش را میگویید از شما خیلی نزدیک هست، نزدیک به شماست، حتی از شتری که شما بر آن سوار هستید از گردن این شتر هم به شما نزدیکتر هست. پس بنابراین الله متعال نزدیک ما هست، قریب هست، اما باید دقت بکنیم که قریب بودن الله متعال و نزدیک بودن الله متعال به چه معنی هست. یکی از معانی قرب، قرب عام هست، نزدیکی عمومی که الله متعال به تمام انسانها دارد، هم به انسان مسلمان و هم به کافر و به بقیه موجودات. الله متعال قریب هست و این قربش قرب عام هست، بدین معنی که الله متعال با علمش و با سمع و بصرش و با مشاهده اش و احاطه ای که به این فرد دارد الله متعال قریب اون هست. الله متعال قریب هست، نزدیک هست، یعنی با علم خودش، یعنی چنان به شما با علم خودش نزدیک هست که تمام اعمالی را که شما انجام بدهی میبیند و تمام گفتار شما را ولو این که آهسته باشد میشنود و تمام افکار شما را ولو اینکه ناگفته باشد الله متعال می داند. علیم هست با علمش، قریب هست با شما با علمش، قریب هست با سمع و بصرش، قریب هست با احاطه ای که شما را احاطه کرده. این معنی قرب هست، یعنی قرب عام الله متعال. و هو معکم معنیش این است که الله متعال با علم خودش و با دانش خودش، با سمع و بصر خودش به شما نزدیک است. الله متعال در کنار شما هست، یعنی این که همانند یک کسی که در کنار شما باشد چگونه صدای شما را میشنود، چگونه اعمال شما را مشاهده میکند، الله متعال فراتر از این در کنار شما هست، شما را میبیند، صدایتان را میشنود، ناخوانده های دل شما را هم الله متعال میداند. یک قرب دیگری داریم که
قرب خاص هست، نزدیکی که خصوصی هست برای کسانی که الله متعال دعایشان را اجابت می کند. این قرب مخصوص کسانی هست که الله متعال را می خوانند و الله متعال اجابتشان می کند. الله متعال نزدیک هست به آن کسانی که عبادتش می کنند، نزدیک هست به آن کسانی که از الله متعال می خواهند، نزدیک هست الله متعال به آن کسانی که الله را دوست دارند. و خود این محبت لازمهش قرب و نزدیکی هست. الله متعال با اجابت، الله متعال با نصرت و تأیید، الله متعال با تأیید و پشتیبانی و اجابتش نزدیک هست به مؤمنانی که عابد پروردگار هستند، دعا می کنند، داعی هستند و از الله متعال می خواهند. الله متعال به آن کسانی که طالب لطف الله متعال هستند نزدیک هست. این نزدیکی یک نزدیکی خاص هست. نزدیکی عمومی به این معنی که الله متعال نزدیک هست با علمش، با سمع و بصرش. و این قرب خصوصی مال آن کسانی هست که محبوب الله هستند، محب الله متعال هستند، آنهایی که دعا می کنند، طلب می کنند از الله متعال، آنهایی که ایمان دارند، امید دارند، خوف و رجاء دارند به الله متعال. الله متعال به اینها هم نزدیک هست. بدین خاطر هست که در قرآن کریم الله متعال نام قریب را در کنار نام مجیب قرار داده. این ربی قریب مجیب، پروردگار من قریب مجیب هست. یعنی کسانی که دعا می کنند دنبال اجابت هستند، من نزدیکشون هستم، فورا اجابت می کنم. و همه من و شما می توانیم که با اعمال خودمان و با ایمان خودمان به الله متعال نزدیکتر باشیم. در روایتی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که الله متعال میفرماید، روایت قدسی هست، من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. هر کسی که یک وجب به من نزدیک بشود، من یک ذراع به اون نزدیک میشوم. الله متعال بیشتر از آن چیزی که شما به الله متعال تقرب بجویید، الله متعال اجابت میکند. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته الی. بنده من با انجام عبادت های فرضی به من نزدیک می شود. این هرچند که شما عبادت های فرضی رو بیشتر انجام بدهید، کاملتر و درستر انجام بدهید، مطمئنن به الله متعال نزدیکتر خواهید بود. و هر مقداری را که شما به الله متعال تقرب بجویید، مطمئن باشید که الله متعال بیشتر از آن چیزی که شما به الله متعال نزدیک شدید، الله متعال به شما نزدیک شده. من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا و من تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا. اگر شما یک ذراع به من نزدیک بشوید، من یک باع و یک گز به شما نزدیک میشوم. هرچند که شما بیشتر به الله متعال نزدیک بشوید، مطمئن باشید که بیشتر قرب الله متعال را حاصل میکنید. هرچند که شما نزدیکتر باشید به الله متعال، مطمئن باشید که اجابت الله متعال به شما نزدیکتر خواهد بود. اگر می خواهید که مجیب، اللهی که المجیب هست، اجابت بکند دعای شما را، پس بنابراین قرب الله متعال را اختیار بکنید. تقرب بجویید به الله متعال و نزدیک بشوید به الله متعال با انجام دادن عبادتهای فرضی. هرچند بهتر و کاملتر نماز بخوانید، مطمئنن به الله متعال نزدیک می شوید. این ربی قریب مجیب، الله متعال قریب مجیب هست. یکی از مواردی که در مفهوم اجابت و در نام المجیب
بسیاری از مردم دچار تردید هستند و فکر می کنند که الله متعال دعایشان را اجابت نکرده. الله متعال قریب هست، مجیب هست، دعا را اجابت می کند. اما مفهوم اجابت دعا یک مفهوم گسترده تر و کامل تری هست از آن چیزی که در ذهن من و شما هست. در یک روایتی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که ما من مسلم یدعو بدعوت لیس فیه اثم ولا قطیعة رحم. هر انسانی که دعا بکند از الله متعال چیزی را بخواهد به شرط این که دعایش دعای گناهی نباشد، لعن و نفرینی علیه افراد دیگر نباشد، دعایی در راستای قطع رابطه خویشاوندی نباشد، یک دعای خوبی باشد، یک خواسته معقولی را از الله متعال داشته باشد، الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، الله متعال یکی از سه چیز را به اون خواهد داد. یعنی مفهوم عطاء پروردگار، اجابت پروردگار یکی از سه مورد هست. شما از الله متعال یک چیزی رو خواستید، گناه نیست، یک چیزی گناهی رو طلب نکردید، دعای نفرینی نکردید، در راستای قطع رابطه خویشاوندی نیست، یک دعای مشروع هست و شما دعا کردید، الله متعال از آنجایی که مجیب هست به هیچ عنوان دعای شما را بدون اجابت نمی گذارد. حتما به یک گونه از گونه های اجابت الله متعال پاسخ شما را خواهد داد. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماند که اما ان تعجل له دعوته. مورد اول این که الله متعال دعوتش را عاجلانه قبول می کند، بدین معنی که هر چرا خواسته خیلی زود به اون میدهد، آن چیزی را که طلب کرده فوراً به اون میدهد. و این همون مفهوم اجابت دعا هست که معمولاً در ذهن من و شما هست. فکر میکنیم دعا فلانی دعایش قبول شده، یعنی این که الله متعال خواسته اش را به او داده، به مراد خودش رسیده. این نمونه اول هست، یا الله متعال خواسته دعا کننده را به اون میدهد، به جایی که میخواسته میرسد، این مورد اول هست. و اما ان یدخرها له فی الاخره، یا این که الله متعال این دعا را برایش ذخیره میکند در آخرت. قطعا نیازمندی های ما در آخرت بیشتر از دنیا خواهد بود، بیشتر از آن چیزی که ما در دنیا خودمون را نیازمند میدانیم، فقیر میدانیم، احتیاجات زیادی رو داریم. مطمئنن احتیاجات و نیازمندی های ما در قیامت بیشتر از دنیای من خواهد بود. و الله متعال با حلم خودش و با حکمت خودش و با مهر و محبتی که نسبت به بندگانش دارد، این دعا را به تأخیر می اندازد، اجابتش را برای آخرت. یعنی این که این دعا را ذخیره می گرداند برایش، برای آخرتش. این هم یکی از نمونه های اجابت دعا هست. و اما یصرف عنه من السوء مثلها. یه مورد سوم این است که الله متعال به اندازه همین دعا، به اندازه همین خواسته شما، به اندازه همین تقربی که شما جستید، الله متعال یک ضرر و زیانی را، یک مصیبتی را از شما دور خواهد کرد. در سطح همین دعا و هموزن همین دعا یک مصیبتی را از شما دور می کند. این هم یکی از گونه های اجابتی هست که از جانب الله متعال و بر اساس نام المجیب ما دریافت می کنیم. بعد از این اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که یا رسول الله اذا نکثر، اگر این گونه هست پس زیاد دعا بکنیم. وقتی که دعای ما به هیچ عنوان هدر نمی رود، یا هر چه را خواستیم الله به ما میدهد، یا دعایمان را ذخیره میکند برای آخرتمان که در اونجا بیشتر نیازمند هستیم و به عنوان یک عبادت و عمل صالح ثوابش را به ما میدهد، و یا این که یک مصیبتی از ما دور میکند، اذا نکثر، پس زیاد دعا بکنیم تا اینکه هیچ دعایی هدر نمیرود و یا در دنیا به ما میرسد یا در آخرت به ما میرسد یا یک ضرر و زیانی از ما دور میشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله اکثر،
هرچند که شما بیشتر دعا بکنید الله متعال بیشتر به شما میدهد. بیشتر دعا کردید بیشتر اجابت میکند، بیشتر دعا کردید بیشتر براتون ذخیره میکند، بیشتر دعا کردید بیشتر بدیها و ضرر و زیانها را از شما دور میکند. پس بنابراین این مفهوم اجابت را وقتی که ما در ذهن داشته باشیم، مطمئن باشید که هیچ دعایی بدون اجابت باقی نخواهد ماند. به هر اندازه که شما در دعای خودتون صداقت داشته باشید و یقین بیشتری رو داشته باشید، برگرفته از ایمان و یقین بزرگتر و بیشتر و قویتر شما باشد، مطمئن باشید که به همان اندازه نزد الله متعال ارزش دارد، به اجابت نزدیکتر هست، یا شاید به اون خواسته تون در دنیا خواهید رسید. و اگر ذخیره آخرتان بشود، عبادت بزرگتر و بیشتری ذخیره می شود، ثوابش بیشتر خواهد بود. و اگر ضرر و زیانی را از شما هم دفع بکند، مطمئناً ضرر و زیان بزرگی را از شما دفع خواهد کرد. زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اما ان یصرف عنهم من السوء مثلها، یکی از گونه های اجابت این است که به اندازه ثقل دعا الله متعال یک مصیبت سنگین را از شما دور می کند. پس بنابراین مطمئن باشیم که الله متعال قریب ما هست، نزدیک ما هست، با علمش، با سمع و بصرش الله متعال به ما نزدیک هست، الله متعال با اجابتش به ما نزدیک هست. وقتی که دعا بکنیم قطعا ما را اجابت خواهد کرد. الله متعال به آن کسانی که عابد هستند پرهیزگار هستند، به آن کسانی که دعا می کنند اظهار نیاز می کنند به الله متعال، قطعا به اینها نزدیکتر هست. آنهایی که الله را دوست دارند، تقرب می جویند به الله متعال، فرایض را انجام می دهند، قطعا الله متعال به اینها نزدیکتر از آن کسانی هست که عبادت را انجام نمی دهند. و نزدیکترین حالتی را که ممکن هست یک انسان با پروردگار خودش داشته باشد، زمانی هست که سجده را به سر به سجده گذاشته. اقرب ما یکون العبد الى ربه و هو ساجد. نزدیکترین وضعیتی که یک انسان به پروردگارش نزدیک هست و قریب هست و اجابت دعا شانس بیشتری رو دارد در هنگام سجده هست. بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که فاکثروا فیها من الدعا، در سجده هایتان زیاد دعا بکنید. فقمن ان یستجاب لکم، سزاوار هست و شایسته تر هست که دعایی که در سجده میکنید به بارگاه الله متعال زودتر اجابت بشود. امیدوار هستم که الله متعال به ما این بینش و ایمان را عنایت بفرماید که قرب الهی را احساس بکنیم و دعا بکنیم و همیشه خواسته های خودمان را از قریب بخواهیم، نه از آن کسی که بعید هست، نه از کسی که غایب هست، نه از کسی که نمیشنود، نه از کسی که حی نیست بلکه مرده هست، در زیر خرواره ها خاک قرار دارند. اللهی که قریب هست، حی و قیوم هست، اللهی که مجیب هست. پس بنابراین همیشه از چنین اللهی و از چنین پروردگاری ما باید طلب حاجت بکنیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، غیر از الله متعال کسی دیگر نیست که مضطر را، نیازمندان اضطراری را، نیازهای ضروری ما را برآورده بکند و بدی را از ما دور بکند. فقط و فقط الله است. پس بنابراین فقط و فقط الله متعال را بخوانیم. تا برنامه دیگر و مطالب دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معنا، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله، أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه، إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه.
ربا وعرفت بحق معنا كم مر العمر و